بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب شرح درس های مهم برای عموم امت، خلاصه صفت نماز. بهترین است که مسلمان در خانه اش طهارت بکند و بهترین لباس هایش را بپوشد، سپس به طرف مسجد برود و در راه رفتن به مسجد در حرکت هایش آرامش و در ظاهرش وقار داشته باشد، یعنی سراسیمه نرود یا ندود یا زیاد به این طرف به آن طرف نگاه نکند یا آوازش را بلند نبردارد. پس زمانی که به مسجد رسید، کفش هایش را برآورده و آنها را در جاهای مخصوص شده بگذارد و همراه کفش ها دنیا را نیز بگذارد. پس بداند که در مسجد ها خرید و فروش و اعلان چیزی گم شده حرام است و هنگام داخل شدن مسجد پای راست را پیش گذاشته و بگوید: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. و در وقت برآمدن از مسجد می گوید: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اني اسألك من فضلك. و مردان در صف اول می ایستند و زنان در صف آخر. اگر نماز اقامه شده بود، تکبیر احرام گفته و با امام وارد نماز می شود. در هر حالی که امام بود و رکعت زمان حساب می شود که به امام در قیام یا در رکوع بپیوندد. سپس هنگامی که امام سلام داد، رکعت های را دریاب نکرده است می خواند. اگر داخل مسجد شد و هنوز نماز اقامه نشده بود، نماز سنت پیش از فرض را می خواند. اگر نماز بود که سنت پیش از فرض نداشت، پیش از این که بنشیند نماز تحیه مسجد می خواند. با نگاه کردن به ساعت یا اه کردن برای برپا شدن نماز به حرمت مسجد تجاوز نکند. سنت است که امام و تنها گذار به سوی ستره نماز بخوانند و ستره امام برای کسانی که پشت سرش نماز می خوانند نیز ستره است. بین قدم هایش را همانند بین کتف ها قرار می دهند، نه بیش و نه کمتر، و بیرون پاهایشان را راست میکنند. بعد از اینکه شرط های نماز را به جا آورد، همراه با بالا برداشتن دست ها میگوید: الله اکبر، و انگشتان دست ها را در این هنگام به هم چسبانیده و دست را تا راست کیفت یا گوش ها بالا میبرد و کف دستش را طرف قبله میگیرد. سپس دست راستش را بر پشت دست چپ و بند و ساعد آن می گذارد یا می بندد. نگاهش را در جای سجده قرار می دهد و به طرف ها توجه نمی کند. سپس مستحب است که فقط در رکعت اول بعد از تکبیر احرام دعای استفتاح را بخواند و بهتر این است که هر بار یکی از دعاهایی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در استفتاح آمده است بخواند. سپس به آن چی وارد شده است استعاذه می خواند، می گوید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سپس بسم الله می گوید: بسم الله الرحمن الرحیم. سپس سوره فاتحه را کامل با ترتیب به حرکت ها، کلمه ها، حرف ها و آیت هایش می خواند. سپس هر قدر از قرآن که میسر باشد به استعاذه می خواند و فقط در اول سوره ها بسم الله می گوید. سپس دستانش را همان گونه که در تکبیر احرام بالا می برداشت، بالا برداشته در هنگامی که الله اکبر می گوید به رکوع می رود و زانوهایش را می قپد و آرنج هایش را قطع نمی کند و پشت را همراه سر برابر قرار می دهد. و از روی واجب بودن یک بار سبحان ربی العظیم می گوید و مستحب است که به آن چیزی که وارد شده است زیاد نماید. سپس همراه با راز شدن از رکوع و پیش از این که کاملا بیستد، با برداشتن دست ها تا برابر گوش ها یا کتف ها می گوید: سمی الله لمن حمده. زمانی که کاملا استاد می گوید: ربنا و لک الحمد. و مستحب است که لفظ های دیگری که وارد شده است نیز زیاده از آن بگوید. سپس به برداشتن دست ها تکبیر گفته و بر هفت اعضای خود، یعنی پیشانی، بینی، دو کفی دست، دو زانو و کفی انگشتان پا سجده میکند. در سجده بازی های خود را از پهلوها و رانها را از شکم و ساق خود دور کرده و ساعد خود را از زمین بالا میگیرد و یک بار از روی واجب بودن سبحان ربی الاعلا میگوید و مستحب است که به آنچه وارد شده است زیاده نماید و میتواند
با آن چیز دوست می دارد دعا کند. سپس تکبیر می گوید و بر پای چپش در حالی که آن خوابانده شده است می نشیند و پای راست را راست می گذارد و شکم انگشتان پای راست را بر زمین می گذارد و انگشتان آن را به طرف قبله قرار می دهد و شکم کف دست را بر آخر رانها می گذارد. این طرز نشستن و در همه نشسته های نماز است، بجز 3 رکعت و 4 رکعت در تشهد اخیر به طرز تورک می نشیند. این تورکی پای چپش را در زیر ساق پای راست قرار می دهد. سپس تکبیر گفته به مانند سجده اول سجده می کند. سپس تکبیر گفته و برای رکعت دوم می خیزد و همان کارهای را که در رکعت اول انجام داد انجام می دهد، مگر که در رکعت دوم تکبیر احرام و دعای استفتاح وجود ندارد. هنگامی که از سجده دوم در رکعت دوم خیست برای تشهد می نشیند. در تشهد با انگشت سبابه اشاره کرده و نوک انگشت میانه و ابهام را با هم می چسباند و در هنگام دعا در تشهد انگشت سبابه را حرکت می دهد. خواندن تشهد واجب است، این را می خواند. پس اگر نماز 2 رکعته باشد در تشهد صلوات ابراهیمی فرستد، از 4 چیز به الله پناه می برد. پروردگارا به تو از عذاب جهنم پناه می برم و به تو از عذاب قبر پناه می برم و به تو از فتنه مسیح دجال پناه می برم و به تو از فتنه زندگی و مرگ پناه می برم و هر دعای دیگری که دوست دارد می کند. و بهترین این است که دعای کند که در سنت آمده است و همراه با آن بگوید: پروردگارا مرا بر ذکرت و شکرت و نیک عبادت کردنت یاری بده. سپس به طرف راست و چپ خود سلام می دهد و فقط سر خود را به حرکت دادن کتفها به طرف راست و چپ می گرداند و به اینکه سر خود را بالا و پایان برد یا که با دستانش اشاره کند. اگر نماز 3 یا 4 رکعت باشد بعد از خواندن تشهد اول می خیزد. البته خواندن صلوات ابراهیمی در تشهد مستحب است. تکبیر گفته و رکعت 3 را خوانده و اگر نماز 3 رکعته است برای تشهد می نشیند و اگر 4 رکعته است رکعت 4 را نیز می خواند و سپس برای تشهد آخر می نشیند. تشهد را خوانده و صلوات ابراهیمی را می خواند و از 4 چیز به الله پناه می برد. پروردگارا به تو از عذاب جهنم پناه می برم و به تو از عذاب قبر پناه می برم و به تو از فتنه مسیح دجال پناه می برم و به تو از فتنه زندگی و مرگ پناه می برم و هر دعای دیگری که دوست دارد می کند و بهتر این که دعای کند که در سنت آمده است و همراه با آن می گوید: پروردگارا مرا در ذکرت و شکرت و نیک عبادت کردنت یاری بده. اگر نماز فرض می خواند، خواندن اذکار وارده بعد از نماز برایش مستحب است. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. سپس می گوید: سبحان الله والحمد لله والله اکبر و هر کدام را 33 باری می گوید که جمع 99 بار می شود و 102 آن با گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدير و پایان می رساند. سپس آیت الکرسی می خواند: الله لا اله الا هو الحي القيوم تا آخر. سپس سوره اخلاص: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. و سوره فلق: قل اعوذ برب الفلق. و سوره ناس: قل اعوذ برب الناس را می خواند. تنبیه مهم: قبلا ذکر شد که یکی از شرط های درست شدن نماز پوشاندن عورت است که در نماز واجب است. نمازگزار باید حذر نماید تا عورتش در وقت نماز نمایان نشود که به این خاطر نمازش باطل می شود. هرگاه یک نمازگزار همراه با امام نماز خواند، مشروع این است که طرف راست او بیستد، بجوله که پاهایشان برابر یکدیگر باشد، نه از امام پیشتر بیستد و نه از آن عقبتر و همین طور در کنار باقی نمازگزاران می ایستد.